অত অগ نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین جا رو من باشین من عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی شما شاگردای عزیز خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی رو با هم چی میخوانیم سیست و امروز کدام درس رو میخوانیم فصل دوم جلسه ششم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس چی گفته میخوانیم فصل دوم اعداد طبیعی جلسه ششم ما و شما هست حال شاگردای عزیز و گرامی در درس امروز ما و شما چه عنوانهایی رو باید بخوانیم دو عنوان ما و شما میخوانیم اول چی را میخوانیم اول مربع و جذر مربع یک عدد میخوانیم که مربع یک عدد و جذر مربع یک عدد چی است صحیح و بعد از چی میخوانیم دریافت جذر مربع توسط تجزیه اول تعریف میکنیم که جذر مربع چی است و بعد از چی میکنیم او را چه رقم به ب... توسط تجزیه چه ما دریافت کنیم پس این روش شما و شما میخوانیم خب شاگردای عزیز قبل از اینکه بریم درس خود شروع کنیم قرار بود شما کارخانگی رو به ما روان کنید درست است کارخانگی درس قبل به ما روان کنید از چه طریق روان میکردید از طریق واتساپ نمبر 20964 780 255 40 13 و اگر کدام مشکل دهل حل کارخانگی کدام سوالی دارید کدام پیشنهادی دارید یا کدام انتقادی دارید میتونید با ما چی کنید شریک بسازید از همین طریق که براتون همین عملی که براتون خواندیم سیست خب شاگرد عزیز گرامی با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز و گرامی اگر یادتان باشد ما و شما توان خواندیم یا طاقت درست است گفتیم که طاقت یا توان چی است به عنوان مثال وقتی ما میگیم که دو به توان سه به این عددی که دای پایان است به چی میگیم به این میگیم قاعده درست است یا اگر یادتان باشد به با اون پایه هم گفتیم میگن پایه یا قاعده و این عددی که دای بالا هست یعنی چی میگیم میگیم طاقت یا توان یا نما هم گفته میشه برش و معنای چی است دو به توان سه اگر یادتون باشد گفته بودیم که امی قایده را سه بار نوشته که بینش ضرب بان پس میشه دو ضرب در دو ضرب در دو جواب چند میشه دو ضرب در دو چار چار ضرب در دو اشت فیست پس این چار میشه و چار ضرب در دو چند میشه 8 میشه پس دو به توان سه یا دو به طاقت سه جواب چند میشه این ای دیگه بودیم میره ما شما درس خب آلی ما میگیم که مربع چی است پس مربع یک عدد چی میشه مربع بهش تعریف میکنیم اگر یک عدد ما و شما به توان دو برسانیم توان چی باشه دو باشه سیست با به عنوان مثال پنج به توان دو جواب شد میشه اگر یادتان باشد داشت گفتیم همین قایده را به تعداد توان نوشته که بینش زرباند پس چی از پنج نوشتن میکنیم دو بار پنج نوشتن میکنیم پنج پنج بینشم هم ضرب میمانم پنج ضرب پنج چند میشه؟ بیست و پنج سایست؟ پس این چیست؟ میگیم که پنج به توان دو جوابش میشه چند؟ بیست و پنج پس نکته یک تا تعریف میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید اگر یک عدد توان دو باشد جوابش خواهد میتونیم دریافت کنیم امی جواب میگیم که چی؟ مربع عدد پنج پس مربع یعنی چی؟ یعنی توان دو آفرین پس توان دوم هر عدد میگیم مربع هم به جای که با ما بگه 5 به توان دو حساب کو و شما میتونیم بگیم که چی مربع عدد 5 چند میشه صحیح شاگردای عزیز دقت کنید یک تا نکته دیگه یا مربع میگن یا مجذورم برش گفته میشه بعضی از کتاب ها مجزور میگه و بعضی از کتاب ها مربع میگه پس همین 25 چی میشه مربع عدد 5 میشه چند جوابش میشه 25 یعنی 5 به توان دو برسان یا گفتیم بعضی از کتاب به جای مربع چی میگه مجذور عدد 5 صحیح پس مربع یا مجذور معنای چی است توان دوم آفرین پس مربع یا مجذور کدامش میگه فرقی نمیکنه صحیح پس مربع یا مجذور یعنی توان دو توان اما عدد به توان دو برسان به عنوان مثال مربع عدد 6 چند میشه مربع عدد 6 پس مربع عدد 6 جواب چند میشه یعنی 6 به توان دو برسان پس چی میشه؟ شش به توان دو جواب چند بشه؟ جوابش میشه چند؟ شش زب در شش جواب میشه شش شش سی و شش آفرین پس مربع عدد شش چند شد؟ سی و شش سعیز؟ فامیدی دیگه نه؟ بانوان با انواد یک مثال دیگه مجزور عدد چار مجزورم که گفتیم یعنی چی؟ امون مربع است اردوش یک منال میتسه پس مجذور عدد چار معنای چی هست؟ یعنی او چهار باز به توان دو برسان خیلی چی میشه چهار به توان دو یا چهار مربع را میخونی. فرق نمی کنه چهار مربع یا چهار به توان دو سیست چهار مربع چند میشه چهار زب در چهار 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 شانزده سیست خیفا می دیگه نه پس مجذور یا مربع یک عدد یعنی کی چی یعنی اما عدد به توان دو برسان سیست یک تا نکته میگیم که باز در درس های بعد باز ما شما میخوانیم دقیق میخوایم ولی فقط برد بگم توان دو را میگیم مربع و توان سه اگر باشه توان ما اگر شوه او سه شود با اون میگیم مکعب صحیح پس توان سه میشه مکعب و توان دو میشه چی مربع پس به که بگه 5 به توان دو میتونیم میگیم 5 مربع صحیح است بگیم مربع عدده 5 یا میتونیم بگیم مجذور عدد 5 تا اینجا فهمیدید دیگه نه پس مربع یعنی چی یعنی توان دوم یک عدد بهش میگیم مربع همو عدد صحیح تا اینجا فهمید خب شاگرد عزیز مربع رو فهمیدیم من تختار پاک میکنم حالا جذر مربع رو برات میگم که معنایش چی هست. پس من تختار پاک کنم و جذر مربع رو برات بگم که معنایش چی هست. پس من بان مربع یک بار مربع و جذر مربع خب شاگرد عزیز گرامی مربع رو یعنی توان دوم یک عدد دیگه خب کارم کردیم سوالم مثالم برید کار کردیم سیست اما جذر مربع چی است جذر مربع دقیقا برعکس مربع است معناش چی است به عنوان مثال ما میگیم که پنج مربع چند میشه پنج مربع یا مربع عدد پنج یعنی پنج به توان دو جواب چند میشه میشه چند پنج زب در پنج مساوی است با و پنج پث 25 میشه چه؟ مربع عدد 5. اما جذر مربع. جذر مربع دقیقاً برعکس است. میگیم جذر مربع عدد 25 جوابش نمیشه 5 میشه صحیح؟ پس من چه نوشته می دقت کنید مربع عدد 5 جوابش میشه 5. ضرب داره 5 مساوی است با 25. بان 5, با 5 با... میتونیم 5 مربع نشونیم، نوشته کنیم. 5 به توان دو مساوی است با 5 زب در 5 مساوی است با 25 سیست تا جا خفا میدیم اما اگر با ما بگه جزر مربع 25 دقت کن از او بر بایی بر, بر میشه جزر مربع برعکس میشه جزر, بیس... جزر مربع 25 جواب شند میشه 5 میشه جواب شند است 5 است پس مربع خفا میده توان دو میشه چه مربع اما جذر مربع جذر مربع چی است؟ برعکس از اوست دیگه جذر جذر مربع 25 جوابش چی میشه؟ میشه 5. خب شاگردای از دقت کنید شما باید همین چه رقم دریافت کردیم این 5 شما به شما که یک عدد بر شما میتم بگیم جذر مربع همین چی میشه؟ تو باید بیا اون عدد به شکل ضربی به شکل دو عدد که دقیقا عین هم باشه، ضرب کنید یک تا یک جواب میشه. پس جذر مربع 25 چی میشه 25 در ذهن خود من میگم چی 5 ضرب در 5 چند میشه 25 میشه صحیح است یک تا اون 5 ش میگیریم به عنوان مثال جذر مربع عدد چند 36 چند میشه بگین شما آفرین 6 6 36 پس یک تا از 6 ها رو من میگیرم دو عدد عین هم باید پیدا کنید خود ضرب کنید. ها باز نگی 6 5 صحیح است باید دو عدد دقیقاً مثل هم باشد پس جذر مربع 36 و شش جواب چند میشه؟ شش میشه چرا شش میشه؟ در ذهن خود ما بیشک نویشتن میکنم شش شش سی شش. یک تازو شش آرم گردوش نمیگیرم و یک تاش میگیرم فهمیده؟ جزر مربع اشتاد یک چند میشه؟ شما باید چی کنین؟ باید دو عدد پیدا کنین در, دو تعداد که عین هم باشه در خودش ضرب کنین در هم دیگه ضرب کنین جواب 81 شده چند چند 81 میشه؟ آفرین نو نو اشتاد و یک سیست نو نو اشتاد و یک پس جزر مربع اشتاد و یک چند میشه؟ نو میشه فهمیده دیگه نه؟ شاگرده عزیز و گرامی یک تا نکته بسیار مهم دقت کنید خیلی از کتاب ها جزر مربع را امون جزر تنام میگه مربعش نمیگه جزر گفتم گفت جذر جزر مربع است سیست؟ به اختصار دیگه نه؟ چون دیگه میفهمیم جذر مربع معمولا جذر مربع امون با اون جذر میگیم سیست پس مربعش اختصار میکنیم پس اگر جذر گفتیم اون جذر مربع است چرا چون که ما جذر مکعبم باز داریم که باز دا در های بعد ما شماست جذر مکعب داریم جذر مکعب باید بگیم جذر مکعب 100% اما جذر مربعه را فقط جذرم بگیم مشکله ؟ نه فهمید دیگه نه پس جذر مربعی 25 یا جذر 25 جوابش اندشه 5 میشه چرا رقم 5 درافت کردم گفتم که یک تا عدد تو باد پیدا کن اون عدد در خودش ضرب کن دو عدد عین هم باشد نه 5 5 25 پس یک تا از او جزء ضربی اون پنج میگیریم جواب چند نشه جذر ما را به 25 پنج نشه یک نکته بسیار مهم دیگه شاگرد عزیز و گرامی نکته مهم چی است است نکته مهم ما و شما که گفتیم که ریاضیات یک تا چی است یک تا زبان بین المللی است صحیح است که ما و شما میخوانیم او کسی که در آمریکا باشه میخونه او که در کدام کشور کشور دیگه باشه میخونه صحیح پس او ممکنه که دریر نفهمه جذر نوشته نه نوشته نفهمه پس یک تا سمبول ما نیاز داریم که تمام دنیا که تمام کسایی که ریاضی میخوان رو بفهمه چی است پس یک تا سمبول بین المللی باید برش نوشته کنیم جذر مربع رو با چه نشان میتیم به دقت کنید سمبولش به شک میشه جذر مربع 25 من میتونیم بهش شک نوشته کنیم جذر 25 مربعش هم در اینجا میمانیم عدد دوش هم در اینجا میمانیم مربع یعنی توان دو دیگه سه است پس دورش در اینجا میمانیم پس این میشه جذر مربع 25 جواب از چند میشه 5 میشه سه پس فاصله چه رقم شد نه جذر مربع 36 چه رقم نوشتم میکنم نوشتم میکنم جذر مربع 36 جواب شد میشه 6 میشه پس ما دقت کنید چاگرد عزیز برای سمبولی که برای جذر مربع استفاده میشه انمی سمبول است انمی رو میمانیم به چی میگیم جذر صحیح؟ اما خود از این سمبول نامش چی است نامش رادیکال است ولی عملیش چی است عملی, عملی جذر انجام میده به ما و شما پس چی بگیم رادیکال 25 چی بگیم جذر 25 صحیح است که بعضی از کتاب ها رادیکال 25 هم میگه جوابش میشه 5 و یک تا نکته دیگه گفتیم که جذر مربع وقتی که مربع نگیم اون جذر میشه دیگه صحیح است و این عددی که ده اینجا نوشته میشه ده بالا نوشته ده گوشه بالا نوشته میشه با به این میگیم درجه جذر جذر مربع چون مربع این دو دیگه پس درجه چند است دو است و ما و شما معمولا اکثر کتاب ها اکثر کتاب ها ما و شما این مربع این تو... ای عدد دو اینجا نوشته نمیکنیم صحیح یعنی اگر عدد نداشته باشد عدد 100 درصد دو بوده که ما اول شما چیکار نور پاک کردیم فهمید چرا رقم شد دیگه نوشته کنیم و نوشته نکنیم فرقی نمیکنه پس شما اگر دیدید که ده اینجا دو نوشته شده یا نوشته نشده اگر عدد نوشته نشده بود چی است دو است اما اگر سه باشد سر باید 100 درصد نوشته کنیم چون میشه جذر مکعب که باز در درس بعد ما شما میخوانیم صحیح پس جذر مربع را فهمیدیم چه در این نوشته کنیم جذر مربع یا گفتیم به اختصار چی میگیم جذر جذر 25 جوابش میشه 5 یا که به چه به سمبول ریاضی اگه نوشته کنیم نوشته میکنیم جذر 25 یک دوم اینجا میمونه چون جذر مربع است اگر نوانی هم کدام فرقی نداره صحیح پس جوابش هم میشه 6 خب شاگردای عزیز و گرامی پس مربع و جذر مربع رو ما شما فهمیدیم یک تا سوال بپرسیم و بریم در مانیتور و ان چه مبحث دوم رو بخونیم خب سوال جذر مربع یک ست. جواب چند میشه؟ چرا قبل میکنی؟ گفتم دیگه سوال به شکل است دیگه دقت کنید به عنوان مثال گفتیم که جذر مربع یک صد سایست؟ در اینجا جا جا عدد نویشه نکردم یعنی چی مربع دو است دیگه خب گفتیم به عنوان نکته پس جذر یک صد به اختصار میتونیم بگیم جذر یک صد یعنی چی؟ یعنی که تو باید یک عدد پیدا کنی اما عین خودش در خودش ضرب کنی که جواب شد یک ست. چند چند یک صد میشه؟ دو پنجا یک است درست است ولی خود دو که شبیه هم نیست عین خودش نیست باید دو عدد عین خود هم باشد شبیه خودش باشد چند چند آفرین ده ده ده, ده. یک پس یک تا از اون ده ها رو میکنیم پس جوابش چی میشه میشه ده فهمیدی چرا رقم شد دیگه نه؟ پس جذر مربع رو جوابش رو پیدا کنیم آسان است اما باز یک تا سوال دیگه شاگردای عزیز ممکن است که چی جذر راحتی پیدا نشود به ای آسانی پیدا نشه جوابش به عنوان مثال جذر 90 صحیح دو عدد پیدا کو که عین هم باشه در هم ضرب شوه 90 شوه چند میشه 90 90 میشه است اما 90 که عین هم نیست صحیح پس ارچ بگردی پیدا نمیشه چون عددی که در عین خودش در خودش ضرب شوه 90 شوه و او چی میشه او اعشاریه میشه 100 درصد جوابش دار میشه به این که شاگرد عزیز دقت کنید به این اعدادی ای که جزش تام است یعنی اشاره ندارد ده شد ده ده یک صحیح سیست به این اعداد به صد میگیم که مربع کامل یا مجزور کامل چون جزش چی میشه تام میشه جواب جز تام میشه اما عددهایی که مثل, مثل چی؟ مثل نوت که جز از رو بگیری اشاره دار میشه دقیق نمیشه یعنی تام نیست سیست با او میگیم اعداد مربع کامل نیست یا مجزور کامل نیست سیست پس مربع که حال جذر یار چه رقم حساب کنیم دقیق اینا رو ما و شما در سن در چی 8 سال بعد میخوانیم در سن 8 میخوانیم صحیح است دقیق رقم دریافت کنیم ولی ما و شما فعلا میفهمیم که بین کدام دو عدد میشه در تقریب تقریبش میفهمیم چون 81 اگر باشه 9 میشه جذر 81 میشه 9 و جذر 100 میشه چند ده پس 90 بین 81 و 100 است پس میشه بین چند بین 9 و 10 پس جواب از این میشه 9 اشاری حالی هر چقدر شد دیگه پس اشاره دار میشه نو اشاره یک عدد دو میشه سه میشه او رو باید بریم دریافت کنیم سه است خیف ها میده چی رقم شد دیگه نه پس ما و شما درست شما و شما اینی عداد است فعلا عدد های مربع کامل که جوابش یک تا عدد تام میشه مثل از این جزر 25 چند میشه 5 جزر 36 میشه 6 جزر 4 چند میشه آفرین دو چون دو دو چار میشه جزر یک آفرین خود یک میشه چون یک 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 میشه سه است پس دقت کنید شاگردان عزیز گرامی جزر مربع و خود مربع را خواندیم پس مربع و جذر مربع یک عدد ما شما خواندیم و مثال هم کار کردیم و دیدیم که با کدام سمبول ما میتونیم جذر مربع رو نشان بدیم صحیح پس من تیک مارک میکنم پس این رو من تیکمار کنم سعیست پس ما مربع و جزر مربع یک عدد خواندیم اما دریافت جزر مربع توسط تجزیه عنوان دومی که ما شما باید بخوانیم دریافت جزر مربع توسط تجزیه چی است سیست پس بریم سر تخته ما تخته رو پاک کنم و بگم که جذر مربع یک عدد چطور توسط تجزیه دریافت کنیم جذر مربع یک عدد ما تعریف کردیم و شما فهمیدین به عنوان مثال جذر مربع نو چند میشه گفتیم که ب نوشته کنم با نوشته کنم جذر مربع نو مربع اگه در این وقت میگم مربع در اینجا درجه چند است دو است که ما نوشتا. گفتیم گفتیم دور نوشته نکنیم فرقی نداره این یعنی عدد نباشه صد صد عدد اینجا صد فیصد دو است یک نکته شاگرد دقت کنید عددی که در اینجا نوشته میشه گفتیم نام چی درجه جذر ثیس او درجه از دو به بالا دو سه چهار پنج شش تا لایتان میتونه باشه اما از دو کمتر نمیتونه باشه فیکستون باشه پس جذر نو یا جذر مربع نو جواب چند میشه جواب میشه به شک میشه من باید بیم دزین ذهن خود بگم که کدام دو عدد عین هم در هم ضرب شده شو شون شو شو نو نذ این اردا ذهن خود نوشتن میکنیم سه سه نو حالا سه سه نو دو عدد عین هم است یک تازیار میگیرم جواب میشه یک تازیار چی میشه سه میشه سعی چرا شد دیگه نه جزر چند بونمان مثال جزر شصت و چار بگن جوابش چند میشه جزر و چار باید دو عدد پیدا کنید در خودش زر شد این هم باشد چند چند شصت و چار میشه آفرین هشت شصت و چار. پس هشت زب در جواب چند میشه شصت و پس یک تا از جزای بیه یک تا شیره نوشتن میکنیم جواب چند نشه شصت میشه فهمیدید دیگه نه شاگرد عزیز دقت کنید اینی محاسبات در ذهن خود ما انجام میدیم ما فیس 8 تا یک تزیار رو میگیم جواب ما میشه خیر فهمیدیم اگر عدد ما شما خرد باشد که میتونیم دریافت کنیم اما اگر عدد ما شما کلان باشد کلان تر باشد به عنوان مثال جذر 400 فیس جذر 400 چند میشه جذر 400 چند میشه اگر فکر کنیم میتونیم دریافت کنیم اما عددی که کلان تر از این باشه حتی 1024 صحیح عدد کلانتر باشه یا چه رقم دریافت کنیم یک روش داریم به اسم روش تجزیه البته این روشی که ما و شما میخوانیم گفتیم که فقط برای چی مربع های کامل است یعنی اونایی که جواب جذر چی میشه تام میشه اشاره نداره باز ما و شما در درفای بعد یک تا روش داریم به اسم روش عمومی طریقه عمومی او برای همه اعداد است هر عددی که باشه جذر میتونیم دریافت کنیم که اون ما و شما میخوانیم صحیح پس فعلا ما عدد عددهای, عددهای داریم مربعای کامل یا مجذور کامل که جواب جذب چی میشه تام میشه اشاره دار نمیشه اینو چرا خم باید توسط تجزیه دریافت کنیم پس به شک میکنیم ما همین عدد 400 رو باید بیایم تجزیه کنیم تجزیه فیست پس ما 400 تجزیه میکنم 400 تجزیه کردم تجزیه یا تا نصف دیگه نه یک تا خط ده پوشش میکشیدم و اول عدد اول پیدا میکردم کدام 400 به کدام عدد اولی تقسیم میشه به دو عدد اولی اول دو است دیگه دو سه پنج هفت یازده سیزده هبده همشون تا لایتا نمیرفت عدد اولی است صحیح؟ اولی چند بود دو پس به دو اختصار میکنم 400 به دو چند میشه میشه 200. 200 به دو میشه بله 200 به دو میشه یکصد صحیح؟ سیز باز به دو میشه بله تو جایی که به دو تقسیم شو ادامه به دو میشه 50. 52 میشه بله 52 و دو میشه 25 سیست 25 بعدو میشه و 3 میشه نخیر بعد سه چند است 5 آفرین عدد اولیه دیگه و 5 سیست پس من پوینتر بکشم و 5 چند میشه میشه 5 و 5 و 5 مساوی با یک پس تجزیه یاتون میاد دیگه نه با آخر باید با یک برسیم پس 400 چی میشه انی میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 5 ضرب در 5 پس به میشه ما با نوشته کنیم دو زب در دو زب در دو زب در دو زب در پنج زب در پنج سیف خب شاگردای عزیز دقت کنید در اینجا گفتیم جذر نو چی میشه گفتیم سه چرا چون گفتیم که نور در ذهن خود من نوشته می سه سه نو از دو جزء ضربی که عین هم باشد یک توشین میگیرم خب 400 چند تا جزء ضربی دارد یک دو سه چهار پنج شش تا جز ضربی دارد که دو دو بگیریم اگه یه اردو رو بگیریم ای دو رو بگیرم و یار دو رو بگیرم از یاردو یک تا دو شر میگیرم از یاردو یک تا دو شر میگیرم از یاردو یک تا پنج میگیرم پس جذر 400 شما چند میشه اگه بخوام دریافت کنیم پس مفاهیم میشه از یاردو یک تاش میگیریم دو ضرب در از هم یک تاش میگیریم دو ضرب از هم یک تاش میگیریم جواب چند میشه دو دو چهار چهار پنج 20 پس جواب چند میشه 20 میشه یعنی شده بود دیگه نه 4 5 شد پس جذر 400 چند شد 20 شد یعنی 20 در خودش ظرف کو 20 20 400 میشه صحیح فهمید چه رقم شده دیگه نه پس تجزیه به شکل است اعداد کلان ما جذبش بخوایم در فونیم باید چی کنیم رو تجزیه کنیم وقتی تجزیه کردی باز به شکل چی ضرب عوامل آ... های یا بگیم ضرب چی اجزای ضربی دیگه نه اولیه نوشته می کنیم یاره صحیح یا نوشته میکنیم کنیم یاره میتون به شکل نوشته کنه ما شاگرد از دقت کنید یا چی میشه میشه دو به توان دو ضرب در دو به توان دو ضرب در پنج به توان دو صحیح به این شکل است دیگه نه میتونیم به شکل کنیم پس میشه چی از این توان یک توش میگیریم پس میشه دوش میگیریم و از دو رو میگیریم و از پنج میگیریم صحیح فهمید چرا رقم شد دیگه نه اگه خودش آسان طرف دیگه میره میتونیم دریافت کنیم پس از این اردو یک توش میگیریم از این اردو یک از این اردو هم یک توش میگیریم نه بینش ضرب میمونیم و چی جز دریافت نشه پس عددی که کلان باشد باید چی کنیم تجزیه کنیم و اجزای ضربی از اردو که شبیه هم باشد عین هم باشد یک توش میگیریم دقیق کنید با عنوان مثال اینی هر دو یک تا گرفتیم از یک یک تا از یک یک تا از هر دو تایی که عین هم باشد. یک تاشو میگیریم و در چی در هم ضرب جواب پیدا میشه صحیح پس فهمیدید چرا هم شد دیگه پس ما عددی که کلانتر باشد توسط تجزیه به شکل جذب شه دریافت میکنیم صحیح فهمیدید چرا هم شد نه خب چگرده عزیز و گرامی پس دریافت جذر مربع توسط تجزیه را خواندیم صحیح دریافت جذر مربع توسط تجزیه گفتیم برای عددهای کلان عددهای کلان باشد ما نتانیم در ذهن خود حل کنیم اون از تجزیه استفاده میکنیم و اون رو تجزیه میکنیم از جزهای اجزای ضربی که دو عین هم باشد یک توشی میگیریم و در آخر در هم ضرب میکنیم خب پس من اینم تیک مارک میکنم پس دریافت جذر مربع توسط تجزیه رم خواندیم خب شاگردان عزیز و گرامی بحث شیرین کار خانگی کار خانگی چی است تمرین های صفحه 58 و 60 کتاب رو باید حل کنید و به ما روان کنید چرا رقم روان میکردید از طریق واتساب نمبر 20964 780 255 40 13 اگر کدوم سوالی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که بر شما خواندم سیف خب و شاگردان عزیز و گرامی پایان جلسه ششم شاگردان عزیز و گرامی مانده نباشید بخیر باشید شما رو به الله پاک می سپارو.